روز جهانی حضور زنان و دختران در عرصه‌های علمی همه ساله در 11 فوریه 22 بهمن برگزار می شود. شعار این روز در سال 2024 زنان در رهبری علم عصر جدیدی برای پایداری تعیین شده است. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. روز جهانی حضور زنان و دختران در عرصه‌های علمی توسط یونسکو و بخش زنان سازمان ملل با هدف ارتقای زنان و دختران در علم در 11 فوریه جشن گرفته می شود. این روز فرصتی برای ترویج دسترسی و مشارکت کامل و برابر زنان و دختران در علوم است. برابری جنسیتی برای یونسکو یک اولویت جهانی است و حمایت از تحصیل دختران جوان و شنیده شدن ایده هایشان ابزارهای توسعه و صلح است. مقابله با برخی از بزرگترین چالش‌های برنامه توسعه پایدار، از بهبود سلامت تا مبارزه با تغییرات آب و هوا، به استفاده از تمام استعدادها متکی خواهد بود. این روز یادآور این است که زنان و دختران نقشی اساسی در جوامع علمی و فناوری دارند و مشارکت آنها باید تقویت شود. از بهبود سلامت گرفته تا مبارزه با تغییرات آب و هوایی، مقابله با برخی از بزرگترین چالش‌های برنامه توسعه پایدار بر بکارگیری همه استعدادها متکی است. این امر به معنای نیاز به فعالیت زنان بیشتری در این زمینه هاست، زیرا تنوع در تحقیقات مجموعه محققان با استعداد را گسترش می‌دهد و دیدگاه‌های تازه استعداد و خلاقیت را به ارمغان می‌آورد. سازمان ملل متحد جنسیت را یک موضوع اصلی در پشت این حضور کمرنگ قابل توجه می‌داند، چرا که به طور عمده برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان می‌تواند سهمی حیاتی در توسعه اقتصادی جهان داشته باشد و به پیشرفت در تمام اهداف و دستورالعمل‌های 2030 برای توسعه پایدار کمک کند. مشاغل علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات سریع‌ترین مشاغل در حال رشد هستند و یافتن استعدادهای موجود در این زمینه برای کارفرمایان دشوار است. بنابراین این بخش به زنان نیاز دارد. با این وجود به زنان معمولاً کمک هزینه‌های تحقیقاتی کمتری نسبت به همکاران مردشان داده می‌شود و در حالی که آنها 33.3% از کل محققان را تشکیل می‌دهند، تنها 12% از اعضای آکادمی‌های علوم ملی زن هستند. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2013 قطعنامه‌ای در مورد علم، فناوری و نوآوری برای توسعه به تصویب رساند. این سازمان تشخیص داد که دسترسی و مشارکت برابر به علم، فناوری و نوآوری برای زنان و دختران در تمام سنین برای دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران ضروری است. روز جهانی زنان و دختران در علم که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2015 معرفی شد، در ایالات متحده برای تشویق برابری جنسیتی و تضمین دسترسی و مشارکت برابر برای زنان و دختران در علم جشن گرفته می شود. علم و برابری جنسیتی عوامل مهمی هستند که به بشر امکان دستیابی به اهداف توسعه مورد توافق بین المللی را می دهند. جامعه جهانی طی دهه گذشته به طور قابل توجهی زنان و دختران را درگیر علم کرده و هرچند هنوز سطح مشارکت زنان و دختران در علم پایین است، این جاده همیشه در حال پیموده شدن است. شعار روز جهانی زنان و دختران در علم در سال 2024 زنان در رهبری علم عصری جدیدی برای پایداری تعیین شده است. این موضوع در تلاش است تا دسترسی و مشارکت کامل و برابر را برای دانشمندان زن تحت برنامه بودجه تحقیقاتی جدید فراهم کند که تمرکز زیادی بر پایداری دارد. موضوع فرعی این روز در سال 2024 نیز علمی بیندیش به آرامش فکر کن است. نهمین مجمع روز جهانی زنان و دختران در علم، رهبران و کارشناسان و مقامات عالی رتبه دولتی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی را از سراسر جهان گرد هم می‌آورد و بخش خصوصی در مورد رهبری زنان در دستیابی به 3 رکن توسعه پایدار، یعنی رونق اقتصادی، عدالت اجتماعی و یکپارچگی محیطی را به بحث و گفتگو می‌گذارد. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.